Matta faslen hum. عیسی سوار کشتی شد و از دریا گذشته به شهر خود آمد. در این وقت چند نفر یک شل را که در بستر خوابیده بود پیش او آوردند. عیسی ایمان آنان را دیده و آن مرد گفت: پسرم خاطر جمع باش، گناهانت آمرزیده شد. فوراً بعضی از ملایان یهود پیش خود گفتند: این مرد سخنان کفرآمیز میگوید. عیسی به افکار آنان پی برده گفت: چرا این افکار پلید را در دل خود می پرورانید؟ آیا گفتن گناهانت آمرزیده شد آسانتر است یا گفتن برخیز و راه برو؟ اما حالا ثابت خواهم کرد که پسر انسان بر روی زمین حق آمرزیدن گناهان را دارد. سپس به آن شل گفت: برخیز، بستر خود را بردار و به خانه‌ات برو. آن مرد برخاست و به خانه خود رفت. مردم از دیدن این واقعه بسیار تعجب کردند و خدا را به خاطر عطای چنین قدرت به انسان شکر نمودند. عیسی از آنجا گذشت و در بین راه مردی را به نام متا دید که در محل وصول مالیه نشسته بود. عیسی به او گفت: به دنبال من بیا. متا برخواسته به دنبال او رفت. هنگامی که عیسی در خانه او بر سر دسترخوان نشسته بود، بسیاری از خطاکاران و جزیگیران و اشخاص دیگر آمدند و با عیسی و شاگردانش سر یک دسترخوان نشستند. فریسیان این را دیده به شاگردان عیسی گفتند: چرا استاد شما با جزیگیران، سودخوران و خطاکاران غذا می خورد؟ عیسی سخن آنان را شنیده گفت: بیماران به طبیب احتیاج دارند، نه تندرستان. بروید و معنی این کلام را بفهمید: من رحمت می خواهم نه قربانی، زیرا من نیامدم تا پرهیزگاران را دعوت کنم بلکه گناهکاران را. شاگردان یحیی نزد عیسی آمده پرسیدند: چرا ما و فریسیان روزه می گیریم ولی شاگردان تو روزه نمی گیرند؟ عیسی در جواب گفت: آیا انتظار دارید دوستان داماد در حالی که داماد با ایشان است ماتم کنند؟ زمان می آید که داماد از ایشان گرفته می شود، در آن روزها روزه خواهند گرفت. هیچ کس لباس کهنه را با پارچه نو پینه نمی کند، زیرا در این صورت آن پینه از لباس جدا می گردد و پارگی بدتر ایجاد می کند. شراب تازه را نیز در مشک کهنه نمی ریزند، اگر بریزند مشک ها پاره می شود، شراب بیرون می ریزد و مشک ها از بین می رود. شراب تازه را در مشک های نو می ریزند تا هم شراب و هم مشک سالم بماند. عیسی هنوز سخن می گفت که سرپرست یکی از کنیسه ها به نزد او آمد و روی به خاک افتاده گفت: دختر من امین آلا مرد، ولی می دانم اگر تو بیایی و برو دست بگذاری او زنده خواهد شد. عیسی برخواسته و با او رفت و شاگردانش نیز به دنبال او حرکت کردند. در این وقت زنی که مدت 12 سال به خونریزی مبتلا بود از پشت سر عیسی آمد و دامن لباس او را لمس کرد، زیرا پیش خود می گفت: اگر فقط بتوانم لباسش را لمس کنم شفا خواهم یافت. عیسی برگشت و او را دیده فرمود: دخترم خاطر جمع باش، ایمان تو ترا شفا داده است. و از همان لحظه او شفا یافت. وقتی عیسی به خانه سرپرست کنیسه رسید و ماتمداران و مردم پریشان را دید، فرمود: همه بیرون بروید، این دختر نمرده بلکه خواب است. اما آنها فقط به او میخندیدند. وقتی عیسی همه را بیرون کرد، به داخل اتاق رفت و دست دختر را گرفت و او برخاست. خبر این واقعه در تمام آن ناحیه انتشار یافت. در حالی که عیسی از آنجا میگذشت، دو کور به دنبال او رفتند و فریاد میکردند: ای پسر داوود به ما رحم کن. و وقتی او به خانه رسید،
آن دو نفر پیش او آمدند. عیسی از آنها پرسید: آیا ایمان دارید که من قادر هستم این کار را انجام دهم؟ آنها گفتند: بله ای آقا. پس عیسی چشمان آنها را لمس کرد و فرمود: مطابق ایمان شما برایتان انجام بشود. و چشمان آنها باز شد. عیسی با تکرار از آنها خواست که درباره این موضوع چیزی به کسی نگویند. اما همین که از خانه بیرون رفتند، در تمام آن ناحیه درباره او صحبت کردند. در حالی که آن دو نفر بیرون می رفتند، شخصی را پیش عیسی آوردند که گنگ بود، زیرا روح ناپاک داشت. عیسی روح ناپاک را از او بیرون کرد و زبان او باز شد. مردم از این موضوع بسیار تعجب کرده گفتند: چیز مانند این هرگز در میان قوم اسرائیل دیده نشده است. اما فریسیان گفتند: او با کمک رئیس شیاطین ارواح ناپاک را بیرون می کند. عیسی در تمام شهرها و دهات می گشت و در کنیسه ها تعلیم می داد و مژده برقراری پادشاهی خدا را اعلام می کرد و هر نوع ناخوشی و بیماری را شفا می داد. وقتی او جمعیت زیادی را دید، دلش به حال آنها سوخت، زیرا آنان مانند گوسفندان بدون چوپان، پریشان حال و درمانده بودند. پس به شاگردان خود گفت: در حقیقت محصول فراوان است ولی کارگر کم. بنابراین شما باید از صاحب محصول درخواست نمایید تا کارگرانی برای جمع آوری محصول خود بفرستد.